علت پنهان کردن بیماری خانم گوگوش چیست؟ دوستان عزیز به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. روز گذشته آقای قربانی همسر اول و همسر سابق خانم گوگوش با افشاگری جدید همه طرفداران خانم گوگوش رو شوکه کردند. آقای قربانی که پدر فرزند خانم گوگوش هستند و به عنوان همسر اول ایشون سالها پیش از خانم گوگوش جدا شدند و به مدت 6 سال با ایشون زندگی کردند. ایشون صاحب کاباره میامی و فردی هستند که در پیشرفت و معرفی خانم گوگوش در سطح بین‌الملل نقش بسزایی داشتند. آقای قربانی شب گذشته با منتشر کردن خبر بیماری خانم گوگوش و بستری شدن گوگوش در بیمارستان در پشت اجرای کنسرت های خانم گوگوش همه را شوکه کرد. همچنین ایشون خبری از خیانت رها اعتمادی و پدر او یعنی حسن اعتمادی به خانم گوگوش کردند و اعلام کردند و گفتند رها اعتمادی و پدرش حسن اعتمادی اصلی ترین افراد حزب توده هستند و اینها در خانه گوگوش زندگی می کنند. در حال حاضر شوهر فعلی خانم گوگوش رها اعتمادیه و برای اینکه نفوذ بیشتری در زندگی گوگوش و اموال او داشته باشه پدرش رو هم به خانه و زندگی گوگوش آورده. آقای قربانی گفتند تمام افراد تیم گوگوش همشون اعضای حزب توده هستند. حتی 3 خانوم هم در تیم گوگوش حضور دارن. ندا سعیدی، اون کسی که ویالون میزنه و یه خانوم دیگر. اینها همشون اعضای حزب توده هستند. حتی گوگوش رو هیچ وقت برای رفتن به سرویس بهداشتی هم تنها نمیذارن. چرا؟ چون احساس خطر میکنند. باید بگم که گوگوش زندانی شده. گوگوش در یک زندان وحشتناک توسط حزب توده زندانی شده. او در این روزها به شدت بیمار هستش. آقای قربانی گفتند رئیس تیم او یا همون منیجر دلقکتورش که منیجر نما هستش و رئیس حزب توده کسافت هست، همون رها اعتمادی و پدر بی‌ناموس‌تر از خودش در واقع میخوان بیماری گوگوش رو از مردم پنهان بکنن و تا آخرین نفس از این طفلکی گوگوش عزیزم بیگاری بکشن. اونا توی غذای گوگوش دارو میریزن و گوگوش رو دارن ترور بیولوژیکی میکنن. اونا میخوان آروم آروم گوگوش رو به قتل برسونن و مردم باید هوشیار باشن و بدونن قاتلان گوگوش چه کسانی هستند. اما ترور بیولوژیکی گوگوش چطوره؟ دارویی رو در غذای خانم گوگوش میریزن که این دارو باعث مرگ تدریجی در بدن خانم گوگوش میشه. تمام اعضای بدن ایشون رو از کار میندازه و علائمش حالت تهوع، سرگیجه و در واقع علائم این چنینی هست و به خاطر اینکه اعضای بدن آروم آروم دارن از بین میرن هر لحظه ایشون دچار بیحالی میشن و سیستم ایمنی ایشون به پایین ترین سطح خودش میرسه و به همین خاطر هست که گوگوش عزیز که سالها قبل به هیچ عنوان پاش به هیچ بیمارستان و به هیچ دکتری باز نشده بود در این اواخر تقریبا هر یکی 2 روز یک بار راهی بیمارستان میشه. او در این مدتی رو هم در بیمارستان بستری بود. اما بستری شدن گوگوش در بیمارستان کاملا محرمانه و پنهانی بود و تیم او و رها اعتمادی و پدر رها نمیخواستن خبر بستری شدن گوگوش در بیمارستان منتشر بشه و رسانه‌ای بشه، چرا که باید به عنوان منیجر و نگهدارنده خانم گوگوش پاسخی به تمام طرفداران خانم گوگوش میدادن. متاسفانه همونطور که آقای قربانی هم اعلام کردن و ما پیشتر برای شما عزیزان با منتشر کردن ویدیوهای مختلفی اعلام کرده بودیم که خانم گوگوش
داره توسط رها اعتمادی و پدرش و اعضای تیمش داره به قتل میرسه، همتون خورده گرفتید و در واقع از ما انتقاد کردید و گفتید خبرهای شما زرده، دیگه ویدیوهاتون رو نگاه نمی کنیم. اما خدا رو شکر که در واقع آقای قربانی با عنوان نزدیکترین اعضای خانواده گوگوش که خبرها رو نواهاشون و پسرشون به ایشون میرسونن از گوگوش، این خبر رو تایید کرده و اعلام کرده که بله، گوگوش توسط رها اعتمادی و پدرش و اعضای تیمش داره به قتل میرسه و متاسفانه در طول حیات گوگوش بنابر این هستش که این حزب توده کثیف تا جایی که میتونن از خانم گوگوش بیگاری بکشن و به اسم تور خداحافظی گوگوش هم به زندگی گوگوش پایان بدن، هم درآمد حاصل از این کنسرت ها رو که حدود 5 میلیون دلار برای هر کنسرت تخمین زدن در واقع تصاحب کنن، این پول های درشت رو و بتونن شبکه حزب توده رو در قلب آمریکا فعالیتش رو آغاز بکنن. شاید جالب باشه که بدونید چندی پیش یکی از نزدیکان تیم خانم گوگوش با منتشر کردن یک افشاگری که البته آنچنان وایرال نشد و آنچنان دیده نشد اعلام کرد و گفت رها اعتمادی به واسطه پولهای گوگوش یک ساختمان بزرگ رو در قلب نیویورک خریداری کرده. ساختمانی در گرانترین منطقه نیویورک که افراد خاص و هالیوودی در این منطقه ساکن هستند. برای این ساختمان که شبکه یه حزب توده و شبکه یه رها اعتمادی و پدرش قراره فعالیت خودشون رو اجرا بکنن و آغاز بکنند، تمام پرسنل و مجریان این شبکه از حزب توده کثافت هستند که از انگلیس وارد امریکا شدند و این مجریان در شبکه‌ای که در انگلیس بود و با مدیریت خانواده عباسی ها بود بسته شد و اعلام کردند که این شبکه چون بودجه نداره بسته شده. اما در پشت پرده بسته شدن این شبکه رازهای مخوفی وجود داشت. پولهای هنگفتی رو رها اعتمادی به صاحب این شبکه پرداخت کرده بود و قراره که شبکه رها اعتمادی با پولهای گوگوش به زودی فعالیت خودش رو آغاز بکنه و در حال حاضر تنها زندانی این ماجرا خانم گوگوش هست که در زندان وحشتناک رها اعتمادی و پدر رها و سایر حزب توده زندانی شده و مردم باید بدونن که چرا رها اعتمادی بیماری خانم گوگوش رو و اینکه چرا گوگوش این هنرمند مردمی انقدر داره تونتون بیمار میشه و تونتون میبرنش بیمارستان رو قایم میکنن، این حرفا رو مردم باید بدونن. جالبه بدونید که فکر نکنید که میبرنش بیمارستان دوا درمونش میکنن، خیر، میبرن پیش یکی از این پزشکایی که جزو حزب توده کثیف خودشون هست تا فقط گوگوش بتونه بیاد روی صحنه. گوگوش اگر شما پشت صحنه ببینید واقعا میگید گوگوش اینه، باورتون نمیشه که خانم گوگوش این روزها چقدر حالش بده. دوستان عزیز و حامیان و طرفداران خانم گوگوش، این صحبت‌های آقای قربانی رو بشنوید که ما پیشتر هم برای شما اعلام کرده بودیم و صحبت‌های ایشون مستندی بر تایید خبر به قطر رسیدن لحظه‌ای خانم گوگوش هست. اگر شما هم جزی از طرفداران خانم گوگوش هستید، فقط لطفاً نظراتتون رو راجع به نقشه‌های کثیف رها اعتمادی و پدرش و سایر اعضای تیم خانم گوگوش بنویسید، نه اینکه بیایید از صدای بنده که اگر خش داره، صدام خوب نیست، صدام نامناسبه یا هر آن چیز دیگری در واقع قضاوت بکنید. ما در نظرسنجی ها و در قسمت کامنت ها از شما میخواهیم که نظراتتون رو راجع به اسطوره و شاهماهی موسیقی کشورمون و این روزها و بلاهایی که سرش دارن میارن بنویسید.
نه اینکه حالا بگید صدای من به درد ما گویندگی میخوره یا نه. لطفا نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید و در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیو ستیو رو سرچ کنید، وارد کانالمون بشید، ویدیوها رو لایک کنید، کامنت بکنید برامون حتما، و لطفا لینک این ویدیو رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان، سوئیس و دانمارک و انگلیس و فرانسه و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان حتما و لطفا شیر بکنید و منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما از کانال نیوز تیوی باشید. تا یک ویدیوی دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.